مریم دهگردی روزنامه نگار از ترکیه همراه ما هستن. خانم دهگردی، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این حد از خشونت رو در رفتار با دانش آموزان داره اعمال میکنه؟ سلام میکنم به شما. ببینین، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی الان از به طور کلی نهاد در واقع دولت در جمهوری اسلامی بجز ابزار سرکوب چیزی باقی نمونده. یعنی ما حداقل هیچ نشانی از مدنیت، جمهوریت، درایت، عقلانیت در تصمیم هایی که جمهوری اسلامی میگیره نمیبینیم. من به واقع این رو باور دارم که اگر خیلی خوشبینانه بگیم که نیمی از جمعیت ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن و نیمی همراه جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداره از اینکه اون نیمه مخالف رو هر تعدادی که هستن بکشه، بازداشت کنه، تبعید کنه، از بین ببره، از سر راهش برداره تا خودش به هر قیمتی که هست باقی بمونه. به همین سبب هست که ما این تصویرهای تکان دهنده از برخورد با دانش آموزا رو می‌بینیم که یک بخش کوچکش رسانه‌ای میشه. من همزمان با در واقع هنرستان صدر که اطلاعاتش منتشر شد، چند ساعت قبلش مطلع شدم که در شهر زیبای تهران در مجاورت یک دبیرستان پسرانه که شاگرداش شعار دادن و در واقع سطلای آشغال رو آتیش زدن و نیروهای یگان ویژه به اونجا رفتن و گاز اشک‌آور شلیک کردن، یک مدرسه راهنمایی دخترانه در مجاورتش بوده که چند تن از دختران اون مدرسه به واسطه استنشاق گاز اشک‌آور حالشون بد شده، به بیمارستان منتقل شدن و از وضعیت سلامتشون اطلاعی نداریم. ما خیلی خیلی این اتفاقات رو میدونیم و میبینیم که تکرار میشه، اما تعداد کمیش رو به چشم میبینیم که همین هم بسیار هولناکه. اصلا همطور که در گزارش شما هم بود، ویدئوهایی که از اون مدرسه منتشر شده، استرابی که منتقل شده به خانواده ها، وضعیتی که بچه ها دارن حین انتقال به بیمارستان به قدری تکان دهنده است که اگر هر جای دیگری بود حتما باید پاسخگو می شدن مقامات آموزش و پرورش، اما ما چنین چیزی نمی بینیم. دقیقا همین. بخش دیگه از این خشونت شامل آزار شدید روانی دانش آموزان بوده، گزارش هایی بوده از تفتیش بدنی دانش آموزان و مجبور کردن اونها به بیرون آوردن لباس های مدرسه شون. خب این حجم از آزار روانی چه تبعاتی رو داره برای دانش آموزان اول، بعد چه آسیب هایی رو به جامعه می زنه و در چطور می تونه بازتاب پیدا بکنه در رسانه ها و جامعه؟ ببینید، واقعیت اینه که به این دلیله که الان شمار زیادی از فعالان صنفی در زندان هستن. همه کسانی که بر در واقع ایدئولوژیک بودن انتخاب معلمان و کادر آموزش در ایران انتقاد و اعتراض داشتن الان در زندانن. سالها در این مورد صحبت کردن، کنشگری کردن، فعالیت کردن و صداشون شنیده نمیشد. جمهوری اسلامی در طول 43 سال گذشته با پاکسازی نهاد آموزش و پرورش از نیروی متخصص و جایگزین کردن با نیروی ایدئولوژیکی که تمام قد در خدمت در واقع مقاصد نظام جمهوری اسلامی هست، به یک همچین روزی فکر میکرد که اگرچه بنیانگذارش گفته بود امید من به شما دبستانی هاست، اما همین دبستانی ها ممکنه روزی رو در روش قرار بگیرن و اون موقع باید ابزار سرکوب داشته باشه بتونه اونها رو ساکت بکنه. و من بسیار متاسفم برای این اتفاقایی که امروز می‌بینیم. امیدوارم که کنشگران، فعالان حقوق کودک، نهادهای در واقع مرتبط با این قضیه اگر در داخل ایران پاسخگو نیستن، حتما از جامعه بین‌الملل در موردش در واقع اطلاع رسانی بکنن و خواهان این باشن که اعمال فشار بشه بر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک هست و وقتی که شما یک کنوانسیون بین‌المللی رو امضا کردید، نباید به این راحتی برای کودکان به این شکل آزار روانی، جسمی، جانی به وجود بیاد در اون کشور و کسی نتونه پاسخگو باشه.